اگر ما بیایم سبک شعبده بازی سلف ورکینگ و سبک شعبده بازی تردستی با هم قاطی کنیم چه اتفاقی میفته؟ سلیت اف هند اند سلف ورکینگ یه چیز خیلی خفن در میاد که میتونیم باش پشمای هر تماشاشی و شعبده بازی رو بریزونید. حالا بقیه واتس گوینگ آن گایز، آیم آرکاوایت. من آرکاوایت هم قرار توی این ویدیو شعبده بازی خیلی خفن میتونم ازش بدم با کارت های پاسور که با هر کارت پاسوری میشه، نه جنسش مهمه، نه مدلش مهمه، نه مارکش مهمه. شما میتونید با هر کارت پاسوری توی خودتون هست انجام بدین، حتی نیازی نیست 54 تا باشه یا 52 تا باشه، حتی اگه کارتاتون هم یه سریش گم شده باشه ما میتونیم شعبده بازی رو با هم پیش ببریم و پشمای کسی که داره نگاه میکنه رو بریزونیم. ببینید این شعبده بازی رو من خودم توی اینستاگرام با خانم بی‌نظیر انجام دادم و کلی کامنت داشتم که چرا آموزش نمیدی، آموزش بده، پس چرا آموزش نمیدی، خیلی خفن بود، زیبا بود، پشمام فلان. و الان اومدم توی این ویدیو این شعبده بازی خیلی خفن رو بهتون آموزش بدم تا شما هم بتونید برای بقیه انجام بدی و پشمشون رو بریزونید. پس قبلش کانال یوتیوب منو حتما سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین، برام کامنت انگلیسی بذارین که سابسکرایبتون نپره تا بتونین شعبده بازی دیگه من رو ببینید. و آیدی من توی اینستاگرام آرکا بیات هستش، میتونید من دنبال کنین تا لذت ببرید. اول بهتون اجرای این شعبده بازی رو نشون میدم و بعدش بریم برای آموزش دادن و اینکه چجوری این کارو باید انجام بدید. برو. خب این دستگارد خوشگلی که مشاهده میکنید و من ذره بور میزنم و به تماشاشی میگم هر از هر جایی خواستی دسته کارتو به دو دسته تقسیم کن، یعنی یه کات بزن و یا کف بزن که بشه دوتا. مثلا از اینجا دسته کارتو نصف میکنه و میذاره اینجا. من بهش انتخاب کاملا آزادانه میدم، بهش میگم که هر کدوم از این دسته کارتایی که دوست داری رو انتخاب کن. مثلا میگه این یا این، حالا مثلا میگه این دسته کارتو میگم برداره و هر چقدر دلش میخواد دسته کارتو بور بزنه تا خیالش کاملا راحت شه. اصلا فرق نمیکنه چه مدل بور بزنه، فقط کافیه که کارتاش کامل قاطی شه. حالا بهش میگم دسته کارتو برای خودت باز کن، اینو فعلا میذارم اینجا، دسته کارتو برای خودت باز کن و هر کارتی دوست داری بردار. کارتش مثلا اینو برمی‌داره، بعد میگن دوباره دسته کارتو بور بزن، کاملا آزادانه که خیالش راحت شه. دسته کارتش رو نگاه میکنه و به بقیه و دوربین نشون میده. الان واقعا من نیازی نیست ببینم، ولی خب چون دارم میخوام بهتون آموزش بدم نگاه میکنم. کارت بیبی خشته، چه بیبی خشته خوشگلی داره، بیبی خشته. میگن کارتی که دیدی و من ندیدم و بذار روی دسته، دسته کارتو ازش میگیرم. اوکی، دسته کارتو که اینجا ازش گرفتم، برای که خیالش دوباره راحت شه دسته کارتو براش یه ذره بور میزنم تا خیالش راحت شه. اوکی، بورای مختلف هم میزنیم که خیالش کاملا راحت شه. این از این کارتو میذارم اینجا و بهش میگم اون دسته کارتی که اونجا مون رو بردار و کارتا رو دونه دونه بچین و هر جای خاصی وایسا، یعنی میره جلو هر جا خواست وای میسته، مثلا اینجا وای میسته. اوکی، بهش میگم که کارتتو نگاه کن، جایی که وایساده کارتشو نگاه کنه. شماره کارتش چنده؟ هفته. به صورت کاملا رندوم کارت هفت در اومده. حالا من اینجا ازش خواهش میکنم که هفت تا کارت از این دسته کارتی که بور خورده و حتی ما نمیدونیم کارتش چیه رو بشموره. 1 2 3 4، دیدین که دسته کارتم بور زدم. 5 6 و هفتمین کارت این دسته کارت تماشاچی در بیاد و اینجاست که پشماش میریزه و ممکنه التماست کنه که این شعبده بازی رو بهش یاد بدی. دوستان برو بریم بهتون آموزش بدم چجوری این کار خیلی خفن رو انجام بدین. همونطور که قبلا گفتم برای انجام این شعبده بازی خیلی زیبا شما نیاز به دسته کارت دارین. دسته کارت کاملا معمولی، دسته کارت خود من ونس یونیکورن هستش. برای تهیهش لینکش رو به احتمال زیاد میذارم براتون توی دیسکریپشن، برین نگاه کنین و اگه میخواین بخرین تهیه کنین و انجام بدین. من که خیلی ازش راضیم. خب ببین عزیزم، دورتو کردم، دسته کارت باز میکنی، میگردی دنبال کارتایی که من بهت میگم، حالا بعدا بهت میگم که میتونی چه کارتای دیگه هم به جاش انتخاب کنی. میگردی دنبال کارت 6 و 7. هر کارتی که شماره 6 و 7 رو باید در بیاری. خب اینجا الان من کل کارتای 6 و 7 در آوردم. 7 خش، 7 گیش نیست، 7 دل، 6 گیش نیست، 6 دل، 7 پیک، 6 خش و 6 پیک. بعد مطمئن بشین که این کارتا 8 تا، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا. حالا اونجایی که بهتون گفتم انتخاب آزادانه دارین یعنی چی؟ یعنی شما میتونین به جای کارتای 6 و 7، کارتای 7 و 8، کارتای 9 و 10، کارتای 10 و سرباز، کارتای بی بی و شاه، کارتای 3 و 4 بردارین. ولی خب من توی این قسمت همونطور که گرفتم بهتون 6 و 7 رو پیشنهاد میدم. حالا بعد بین این کارتای 6 و 7 کارتای رندوم بذاریم. یعنی چی؟ یعنی میایین شما 1 2 3 4 5 6 7 تا کارت برمی‌دارین،
و بین هر کدوم از این اعداد یه دونه کارت رندوم که مهم نیست چیه میذارین. اینطوری مثل من باید بچینینشون که بین هر کدوم از 6 و 7 تا یه دونه کارت فاصله باشه. اوکی؟ این از این. خب من یه دونه کارت کم آوردم، یه دونه‌ش هم می‌ذارم اینجا. ای بابا. خب مثل که 7 کارت نبود بذاریم روش، باید 8 تا یا 9 تا بذاریم. یه دونه هم می‌ذارم روش که یه دونه فاصله هم از به سمت بالا باشه، ولی زیرش دیگه نیازی نیست هیچ کارتی بذارین. حالا میایین این 16 تا کارتی که دارین رو تالاپین میندازین روی دست کارت. حالا باید چیکار کنیم که این ترتیبی که الان چیدیم، زحمتشو کشیدیم، به هم نخوره؟ اگه دقت کرده باشی من اول بازی کارتا رو بر زدم، بعد اومدم چه بری زدم، اومدم از زیر این جوکرها، بچه جوکرش این قشنگه یونیکورنه، بعد از زیر اینجوری کارتا رو بر بزنین که فقط کارتای زیر جابجا بشن. اگه دقت کنین کارتای روی هیچ تکونی نمیخورن و این یه تکنیک خطای دید و گول زدن اسپکتیتور. کارتا اینطوری بر میخوره، بعد همینو دیگه نمیذارین زیر اینجا، اینو میارین میذارین زیر اینجا. اگه بذارین روش اینا میره روی دست کارتا و ترتیب به هم میخوره. اوکی این از این. حتی میتونین این بر هم بزنید، اینطوری بزنید، ولی میدونین کلی کارت اینطوری بذارین روی دسته. خب این از این. حالا میایم به تماشاشی میگیم که دست کارتو کات کن که بشه دوتا. برای مثال میاد از اینجا دست کارتو نصف میکنه میذاره اینجا. اگه دیدین داره نامردی میکنه، خیلی کم میذاره، بگین که قراره 50 تا کارت ببخشید 25 تا کارت اینور داشته باشیم، 25 تا کارت اینور. حالا اینور اونور زیاد مهم نیست که دیگه از نصف برداره. میدونی بهش میگی مثلا از نصف کارت بردار، اصلا میتونی از همون اول بگی از نصف. حالا الان باید ما تحمیل کنیم که تماشاچی این دست کارت برداره، دست کارتی که روش کارتای چیدمان شده داره رو بر نداره. اگر گفت این دست کارت، بهش میگیم اوکی پس این دست کارتی که انتخاب کردی رو بردار و شروع به بر زدن کن. اگر گفت این دست کارت، خب میگیم باشه پس این دست کارت رو برای شعبده‌بازیمون تو قسمت اصلی ازش استفاده میکنیم. یه دست کارت این گوشه مونده، اینو برش دار. میبینی با چه کلمات باید بازی کنی؟ دوباره بزن عقب ببین که با چه کلماتی باید بازی کنی تا بتونی اینو بهش تحمیل کنی. حالا این دست کارت رو بر میزنه، همونطور که میدونین هیچ ترتیبی نداره، پس هر چقدر بر بخوره هیچ ضرری برای من آرکابیات و توی شعبده‌باز نداره. اینجا بهش میگیم یه دونه کارت بردار و واقعا نیازی نیست اون کارتی که برمی‌داره رو ببینیم. برای مثال این کارت رو برمی‌داره، کارت سیخش، کارت سیخش رو برمی‌داره، بهش میگیم کارت رو بنداز روی دسته. یا میتونیم با کارت کنترل که توی پست قبلی بهتون آموزش دادن کارت رو بیارین روی دسته، یا خیلی روک و ساده بشه این کارتتو بذار رو. کارت کنترل چیه؟ مثلا بهش میگم کارتتو هر چه خواستی بذار، میذاره اینجا، دست کارتو بر میزنم، بعد میاد رو. بهتون یاد دادم که کنترل کنین کارت بیاد رو، اون تو پست قبلی آموزش دادم. این کارتو مثلا میذاره رو. اینجا باید کارتمون رو بفرستیم کارت هفتم توی دسته. حالا چه جوری باید کارتو بفرستیم کارت هفتم که نفهمه؟ اینطوری نمیتونیم بکنیم که مثلا بگیم 1 2 3 4 5 دفعش بعد کارتو بذاریم زیرش. خیلی زایه است. باید یه نوعی بر بزنیم که کارت بره هفتمین. چیکار میکنیم؟ یه ذره دست کارت رو برمیداریم توی دستمون، دو تا کارت میذاریم رو، چند تا کارت میذاریم زیر، دو تا کارت میذاریم رو، چند تا کارت میذاریم زیر، دو تا کارت میذاریم رو، شد هفتمین. 6 تا اومد روش، شد هفتمین کارت توی دسته. دیدی چیکار کردم؟ تماشاچی فکر میکنه داری بر میزنی اینطوری، ولی نمیدونه تو داری کارت رو میفرستی تو لوکیشنی که میخوای. الان ما هفتمین کارت رو اینجا داریم حاضر آماده، ولی تماشاچی فکر میکنه بر خورده. بهش میگیم یه دسته کارت مونده، کارت رو دونه دونه بذار جلو و هر جا خواستی وایسا. ببین چون مثلا ما اینجا 20 تا کارت بیشتر نداریم دیگه، ما 16 تا کارت آماده داریم، یعنی تا 16 تا کارت فرصت داریم که کارت هفتمی در بیاد. چون باید کارتی که تماشاچی در میاره کارت هفتمی یا ششم باشه، هفتمی ششمی نه، یعنی کارت هفت یا شش باشه. الان بهتون میگم یعنی چی. اولین کارت که کارت هفت یا شش نیست، ولی دومین کارت هست، سومین کارت نیست، چهارمین کارت هست، یکی در میونه. بهش میگین کارتا رو دونه دونه بچینه و وقتی داره میچینه توی ذهنتون بگین آره یا نه. مثلا اگه این کارت 7 یا 6 نیست میگین نه تو ذهنتون، و هر جا خواست وای میسته بهتون میگن چیکار کنید. نه آره، نه آره، نه آره، نه آره، نه آره. برای مثال اینجا گفت اینجا وایساد، رو کارت آره وایساد، آره رو تو ذهنتون گفتین، پس یعنی این کارت یا 6 یا 7. اگر 6 اومد بهش میگین که 6 تا کارت 1 2 3 4 5 6 بچین اینجا و کارتی که اینجا سو برگردون. اگر دیدین کارت تماشاچی بود، اگر اینجا مثلا وایساد کارت هفت اومد، یعنی 6 نیومد هفت اومد، باید بهش بگین خب هفتمین کارت رو نگاه کن. دیگه نیازی نیست بگین 6 تا بشور این کارت رو نگاه کن، میگه هفتمین کارت رو برگردون. اینطوری خیلی هم جذاب میشه.
ولی اگر روی کارت نه وایساد، یعنی مثلا نه هفت بود نه شیش روی همچین چیزی وایساد، دوباره از تکنیک اون ور استفاده میکنه، میگه خب این کارت رو تا اینجا چیدی، حالا کارتی که تو دستت مونده رو برگردون و در هر صورت توی این دست بازی باید تحمیل بشه که کارت 6 یا 7 رو برداره که کارتی که تماشاشی میخواد در بیاد. بچه شعبده بازی کردن اصلا به این نیستش که شما مثلا بی توی ویدیوی من این شعبده بازی یاد بگیری بری برای یکی انجام بدی و اون پشماش بریزه، نه، شما باید کلی بهش عشق داشته باشین. حتی اگه عشق هم ندارین باید یه چیزی رو که بهتون یاد میدن کلی تمرین کنین تا بتونین توی اون تریک حرفه‌ای بشید. تا وقتی حرفه‌ای بشید خیلی طول میکشه، شاید برای یه سری 3 ساعت طول بکشه، 2 ساعت طول بکشه، برای یه سری شاید چندین ماه طول بکشه. پس باید تلاشتون رو بکنید تا بتونید این شعبده بازی رو به بهتر نحوی که بلدین انجام بدین تا تماشاچی نتونه بفهمه چی کار کردین، چون اصلا کل شعبده بازی به رازشه. اگه نتونید خوب انجام بدین چه فایده ای داره؟ خب رازش رو ممکنه بفهمه، حتی اگه رازش هم نفهمه بد که انجام بدین حال نمیکنه زیاد، باید تمیز انجام بدین. پس این ویدیو رو بشینین چند بار دیگه ببینین، این ویدیو رو چند بار دیگه حتی نبینینم میتونین همونی که بهتون یاد دادم رو چند بار تمرین کنین، ولی خب با چند بار ببینین تا با دبل چک کنین، آزمون خطا کنین که یه چیزی رو جا نذارین اشتباهی برینین به قول معروف جلوی تماشاچی. و اینکه بازم مرسی، خدافظ.